شماری از جوانان هرات امروز بر شفاخانه 5 آبستر پلیس حضور یافتند و برای نیروهای امنیتی خون اهدا کردند. آنان از مردم خواستند تا به این کمپاین بپیوندند. همکارم جواد محمدی با شرح بیشتر. جنگ های خونین این سربازان را در شفاخانه پلیس هرات بستری کرده. امروز اما جوانان اینجا آمدند تا بر رسم پاسداشت از خونفشانی هایشان خون اهدا کنند. نیروهای امنیتی ما کمک به پشتوانی روحی دارند. ما تنها راهی که ما جوانا فکر کردیم گفتیم تنها راه همین هست که ما بیایم به طریق خوندهی برای اونها یک انگیزه بشیم، اونها ببینن که مردم میخوان از اونها پشتوانی کنند. میفهمن که در پهلوی ما که در سطح نبرد جنگ هستیم مردم با ما هست، با ما همکاری میکنه و اونها باعث میشه که اونها قوت قلب بگیرن و بیشتر سعی تلاش کنن به خاطر امنیت. به غیر از خون دادن میتونیم خدمت رو بکنیم برای اونها. این جوانان در شرایطی برای نیروهای امنیتی خون اهدا می کنند که این شب و روزها تنور جنگ بیش از هر زمان دیگر داغ‌تر شده. داخل شهر فعلا هم شفاخونه هایی که اصلا نیاز به خون دارن، به خاطر از اینکه اونا جان خود به خطر انداختن، ما هم میتونن توسط اینکه چند قطره خون جان و عزیزان خود نجات بدن. هدف این جوانانی که امروز آمدن مربوط به هیچ نهاد و سازمانی نیان، فقط خودجوش آمدن که وظیفه خود در مقابل قهرمانان کشور خود ادا کنن. مردم در مناسبت‌های مختلف برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی خون اهدا می‌کنند، اقدامی که به گفته مسئولان صحی پلیس این روزها میتواند برای نیروهای امنیتی نجات بخش باشد. کسایی که به خط مقدم جبهه‌اند، اونا در مقابل دشمن استادگی میکنن، مجروح میشن، بس به خاطری که مجروح میشن به خون احتیاج دارن. به خون که ضرورت داشتن باز ما تماس میگیریم به بعضی نهادها و بعضی نهادهای جوان مدنی یا جوانان میان اینجا خون اهدا میکنن برای نیروهای امنیتی. اهدای خون برابر است با اهدای زندگی. این فرهنگ اهدا نیاز است تا هرچه بیشتر نهادی نشود.